بعد از به پایان رسیدن فصل دوم و همینطور از طریق یک تیزر تایید فصل سوم طبیعتا ذهن من رفت به این سمت که چقدر اوری ها در تحلیل هایی که بر سر فصل دوم داشتیم انجام نشده و احتمالا در فصل سوم یا حتی ممکن آینده و جلوتر اتفاق بیفتن برای همین ویدیوی ترتیب دیدم که بیایم با هم بررسی کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی به احتمال خیلی زیاد در فصل سوم قرار رخ بده. سابسکرایب لایک نره. به هیچ وجه اسپویل از مانگا نکنید. بنده انیمه اونلی چه تئوری هایی که میدم و صحبت هایی که میکنم نه تایید تکذیب کنید و نه اشاره ریزی بریم که شروع کنیم. موقعی که بحث تیزر اومده بود و این جور داستان ها و اشاراتی هم که در قسمت آخر اتفاق افتاده بود. ذهنیتی که برای من ایجاد شده بود این بودش که خب ما قرار مثال میزنم بحث صرفا اعدام ایتادوری و معرفی یه سری کرکترهای جدید نهایتا یه سری مسائل این شکلی رو داشته باشیم اما خب وقتی که تیزر اومد و ورود من به تیزر و دیدن چهره مگومی این شکلی بودم که ای وای مثل اینکه اون چیزی که فکر میکردم اشتباهه رفتیم بیشتر تحقیق کردیم و متوجه شدیم که در ویدیو تاریخ ارزه سه تا آرک رو عزیزان قراره در فصل بعدی پوشش بدم و که چپتر هم واسه تو محاسبه کرده بودم حدود 85 تا چپتر در میومدش به اینم دقت بکنید که تنها اسم یک آرک رو هم بنده میدونم و خواهشی که دارم به این نکنید اسم آرک های دیگر رو دوتا آرک اولیه رو آرک آخری که در واقع میشه کالین گیم که خود عزیزان در واقع اومدن روی اسم فصل گذاشتن دلیل این که میدونم هم اینه یعنی خبر رسمی بود ولی اون دوتا فصل دیگه اشاره بهش نشده و خواهشان اشاره بهش نکنید بچه هایی که مانگا خوندن و میشناسن بهشون اشاره کردن گفتن که بله اسمش اسپویل داره و بهتر که نفهمید خلاصه نشستم نگاه کردم به این قضیه که اوکی ما دو تا آرک قرار بگذرونیم و بعد نهایتا میرسیم به بحث کالین گیم آرک سومی هستش که اتفاق میفته و فکر کنم طولانی ترینه بحث مرگ و میرهای فراوانی در اونجا اتفاق میافته و مگومی که قرار اونجا اتفاق میفته حالا بیشتر صحبت میکنم اعتمالا آرکای اولی که اتفاق بیفته مرتبط بشه با محوریت ایتادوری یعنی در واقع باشه بحث اعدام باشه و مسئله دیگه ای که وجود داره من دلم میخواد که در اثر ببینم ایتادوریو ببینیم که دیگه کامل بالغ شده چون همچنان اشارات این که یه مقداری بار کودکی داره به همراهش در فصل دوم بودش که حالا اپیزودهای آخری این تقریبا رفت شده بود و تبدیل شده بود به یک کرکتر نوعی بالغ و انقدر دیگه جون انسان ها اون ارزش قبل رو نداره و منطقی تر عمل میکنه وقتی یک کرکتر انسان رو به روش قرار میگیره و در واقع جون اون رو هم به نحوی دیگه میتونه راحت تر بگیره خلاصه نکته مهمی که داره اینه که ایتادوری که ما در فصل بعدی قرار ببینیم یک آرکی رو قطعا به همراه داره به تنهایی زیاد باهاش داره ایتادوری داره به دنبال یک هدفی میگرده و تنهاست فعلا نمیخواد بمیره اینکه حالا من الان تیزر رو باز یادم رفتش که برم بحث ترجمهش رو ببینم اگر شما ترجمه‌اش رو دیدی داخل کامنت ها اشاره بکنید من اونجا مثلا ای اگر ایده ای چیزی اومد تو ذهنم به خاطر اون ترجمه کردیم بهتون میگم خلاصه اینکه حالا بحث آزادی گوجو باشه یا هر موارد دیگه ای هستش طبیعتا الان قصد مردن رو نداشت و نکته دیگه هم که وجود داره تخلیه توکیو اتفاق افتاده چیزی که دید حال تخلیه کل توکیو نبودش اون بخشی که حالا شیبویا و اینها بودش ملت منتقل شدن به جاهای مختلف در واقع توکیو جاهای دور و یه سری هم فکر کنم از توکیو خارج شدم دقیقا یادم نمیاد بحث تخلیه تا کجای توکیو پیش رفته بود ولی اگه اشتباه کل توکیو نیستش که تخلیه کرده باشن چون جمعیت بسیار منطقی نیستش یه سخت ای وای هیچ ببخش. <applause> خلاصه چند تا مسئله مهم داره حالا این بحث تخلیه کردن یکی اینکه که ایتادوری احساس تنهایی زیاد و قرار قشنگ بچشیم نکته بعدی که داره اینه که یه سری آدم ها مثل دخترکی که در اپیزود 23 دیدیم نتونستن فرار کنن بحث تخلیه رو نداشتن اینجا موندگار شدن نرسیدن و اینها قرار آدم هایی باشن که این وسط مزاحم ایتادوری بشن بحث هایی که داره مواردی که به وجود میاد و ممکن ممکنه بحث این رو داشته باشن که کشته بشن این میتونه خیلی قضیه وحشتناکی داشته باشه حالا یه مسئله مهم داره اینکه اپیزود 23 چیزی که به ما نشون دادن بحث اون مانسترهای عجیبی که بوده کرس اسپیرت و موارد این چنینی وحشتناک خیلی قوی و بسیاری در اون ای که از بین رفته و تخلیه شده وجود داره از اون ور بحث اخبار هم بودش که کاری کرده بودن که این در واقع کرس انرژی و فلان این داستانا متمرکز بشه در واقع به همین توکیویی که تخلیه شده سر همین خیلی هیولاهای وحشتناکی به وجود اومدن ایتادوری بحث یه فروپاشی های ریزی هم ممکنه بر سر این آدم ها داشته باشه حالا فروپاشی کلمه ای که من این مدام استفاده کردم نه به اون معنای فروپاشی یه غم و اندوه و فشاری که از اینکه آدم هایی هستن همچنان که نتونستن تخلیه کنن و روش تاثیر بذارن یا از اون سمت هم ممکنه این بحث رو نشون بده که منطقی نیست خیلی موقع نجات دادن یه سری آدم ها و ارزش زندگی و فلان و این داستان آروم آروم بره به سمت از بین رفتن نکته مهمی هم داره در این فصل اونم یوتا İyi ki ki محوریتش یه مقدار عوض شده یک چهره وحشتناکی به خود گرفته و ایتادوری ممکنه تا حدی بتونه پیش بره که مجبور بشه به یک نحوی به یک شکلی بگیم نمرگ ولی صدمه ای بزنه که خیلی جالب نیست یه چیز دیگه هم فکر داشتم میکردم که دیدم به یوتا نمیخوره اون هم بحث این بودش که یاد در یک جایی باعث مثلا مرگ یک آدمی بشه یه اتفاقی بشه جلوی ایتادوری و این مثلا میتونه خیلی فشار زیاد برای ایتادوری داشته باشه قدرتی در واقع تقریبا به ایتا دوری بده اینجوری باشه که چه غلطی داری میکنه و چون ببینید یه مقدار محوریت اولویت بندی کردن و اینجور داستانا مأموریت اولویت بندی داره در یوتا میبینم که این شکلی باشه پو در واقع موجود خطرناکتری الان وجود هستش و مثلا اون آدمه یه چیز منطقی بود مردنش و در واقع برای اینکه خیلی موقع ما یه سری چیزها رو به دست بیاریم نیازمند فدا شدن یه سری آدم دیگه ایم. یه سری چیزهای دیگه ایم و این آدمه الان فدا شدهش که تو از بین بری و کلی آدم دیگه از اون بر نجات پیدا کنن میتونه محوریت این شکلی پیدا کنه خیلی جالب میتونه بشه در اون صورت و تصویر یوتا هم برای مخاطب جدا از ایتادوری برای مخاطب هم کورد میشه یه نکته مهم دیگه هم بگم حالا بحث و دوری هم ازش. بحث فایتی که واضحا این تو قرار با هم داشته باشم و من اسخای میکنم یه لحظه مجبورم پاز بدم ریکورد دوباره الان برگشتم و هم میگفتم یه نکته رو دوستان دقت بکنید شاید تصورتون این باشه که قرار اتفاقاتی که توی فصل سوم گفته بحث ایتادوری بیشتر شامل بحث فرار بشه و روبروی یوتا شانسی نداشته باشه از اونجایی که خب ما میزان حجم قدرت یوتا رو طبیعتا دیدیم از اون سمت فایتش رو با گتو دیدیم و دیدیم چه حیولاییه از این سمتم ایتادوری هم دیدیم که در برابر گتو دروغین چه بلایی سرش اومدش. اما گول نخورید یه نکته بسیار مهمی رو توجه کنید ایتادوری وضعیتش موقعی که جلوی گتو دروغین قرار گرفته بود خیلی افتضاح بودش و خب واضحا نمیتونسته اون قدرتی که داشته رو نمایش بذاره به یاد میاری اون بحث صحبت های ماهی تو بود میزان خونی که از میگم میزان خون در واقع چیزی که از روحش مونده بود میگفت ده درصدش مونده ای صحبت این شکلی میکردش خب واضحا وضعیت خیلی افتضاحی داشته و طبیعی بوده که نتونه جلوی یه توی دروغین در واقع مقاومت بکنه پس گولش رو نخورید دقت کنید که ایتادوری چقدر تو همین فصل دومی که دیدیم پیشرفت کرده و تبدیل شده به اولین سورس ری که میتونه با میل خودش از بلک فلش استفاده کنه دوستان این خیلی ادوانتج بزرگی خیلی مهمه و از اون سمت هم بحث تنهایی ایتادوری هم که صحبت کردم فکر کنی در فضایی الان داره یه مدتی رو میگذرونه و زندگی میکنه که دور تا دورش رو کرس سپیرت های مختلف گرفتن و قطعا یه صدا ازش در بیاد به دنبال اینن که بیان بکشن خب ایتادوری که داره در چنین فضایی زندگی میکنه جدا از ایتادوری هر سورسر دیگه ای بودش مجبور به رشد زیاده و ایتادوری که قرار در فصل بعدی ببینیم قطعا یک موجود دیگری است و خیلی قدرتمندتره فایت یوتا و ایتادوری بعید میدونم خیلی گپ بزرگ و فاصله بزرگ بینشون ببینیم قطعا ایتادوری خوب قرار مقاومت بکنه حالا بحثی که بودش الان آکنه همش تمرکزم باز بر سر اعدامه بود بریم اونورتر یه مقداری از یوتا و ایتا بگذریم دوستان من که گفتم ذهنیتم بیشتر سمت و سوی این شکلی بود و یه سری کرکترهای مختلف جدید معرفی کردن و جهتهای جدید دادن به قصه اما یه سری نکات دیگه اتفاق افتاد وقتی که دیدم انقدر طولانی فصل سوم و این آرکا رو شامل میشه مخصوصا تیزر رو دیدم مثل اینکه مگومی هم خب تو تیزر بودش و از اون سمتم پشت سرش که تو دروغین که ظاهر میشه به این فکر کردم که ای وای ما قرار بحث انتقالی که داشتیم دقت کنید که مگومی شدیدن هم داغونه انتقالی که صحبت کرده بودم در همین فصل سوم اتفاق بیفته و احتمالا آخرهای فصل سوم اتفاق بیفته چون وقتی اتفاق بیفته سکونا آزاد بشه و مخصوصا به قدرت مگومی هم دست پیدا بکنه عملا میشه یک نقطه ای در کره زمین که حکم سیاه چال داره و همه چیو میبله و همه چیو میتونه نابود سقوط بکنید اگر الان تعجب کردید نمیدونید بحث انتقال چیه مرتبط به تئوری هایی هستش که من توی تحلیل هام دادم و اصرار فراوون هم داشتم بهش تا حال حاضر حتما باید اون تئوری ها و تحلیل های قبلی رو دیده باشین احتمالا روی تام نیل و اینها بتونید پیدا کنید ویدیوش رو باز بکنید و بحث انتقال رو بفهمید که چیه قضیهش توی تیزر حالا یه سری اتفاقات دیگه میفته اونها هم بررسی کنیم مثل حضور چوسو دوستان حضور چوسو امر در واقع تب. چرا امر طبیعیه واسه اینکه برادرش رو به تازگی پیدا کرده حالا من اشاره کردم به تنهایی ایتادوری ولی انقدر هم تنها نیستش و قطعا یه سری جاها چوسو حضور پیدا میکنه واسه اینکه بیاد و در واقع کمک کنه به ایتادوری برادری که در خطره ولی یه نکته مهمی داره در اون تایمی که اونجا نیست کجا هستش قطعا برادره از اونجایی که برادر بزرگتر هم هی اشاره میکنه بهش اون عزیزان دسپینتینگ وومب هایی که موندن اونها رو به دنبالش میفته که نجات بده که همشون هم اگه نکنم دست در واقع جوجوتسو در واقع مدرسه جوجوتسو اینجور چیز خاص بعد بره به سراغشون و بیارشون بیرون نکته مهمی که داره من قبلا صحبت کردم گفتم بستگی داره که اثر بخواد به چه نوعی شخصیت های جدید رو معرفی کنه چون من اشاره کردم ما حذف چه... کرکترهای مختلف رو داریم فیلتر گگه در مورد صحبت کردم تو تحلیل ها. گفتم یه فیلتریه که داره ضعیف ها رو جدا میکنه و قوی فقط خروجی هستن و وقتی که کاراکترهای کمشن هی کمشن خب باید جاشون پر دیگه وگرنه قصه این همه ای که طول کشیده چپتر که مونده طول نمی کشیده. خیلی زودتر تموم می شده پس نیازمند اینه که کاراکتر جدید معرفی شه این کاراکترهای جدید طبیعتا وقتی دسپینتینگ باشن خب قدرت خیلی زیادی هم دارن که من گفتم یکی از روش معرفی کردنش این دس پینتینگ هاست و روش دیگه هم گفتم که دوستانی هستش که دور و برگ تو دروغین رو بیان فرا بگیرن که الان یه سری کاراکتر های جدید داریم که در اپیزود آخر بهش اشاره کاراکتر که قدرت بسیار زیادی دارن و قدرت این رو دارن که حامل سکونا باشن اینها کاراکترهای خیلی مهمی هن. از اونور کرکترهای کاراکترهای که اومده حالا اشاره به هزاران بود چند تا بود دقیق یادم نمیاد چند هزار گفتش در واقع خود گتو دروغین که این کاراکترهای جدید بحث تکنیکه رو داشتن تکنیکه رو داشتن مغزه رو نداشتن مغزشون ساختارش در واقع مثل یک نان سورسرر بود غیر جادوگرها بودش که اومدش آخر سر اون حرکتایی که زد و اینها که الان این کاراکترهای جدید هم وجود دارن مثل خواهر در واقع میگومی. قرار اون کاراکترهای جدید هم از اون برداشته باشه از این زم نگاه کنید که حجم کاراکترهایی که داریم میگیم خیلی داره زیاد میشه و وقتی خیلی زیاد بشه من به این فکر کردم که یه روش دیگه هم کاراکتر اضافه کردن که امکانش دا وجود داره و دوست دارم اما اتفاق اتفاق بیفته الان بهش اشاره میکنم داشتم میگفتم اینکه صحبت کردم گفتم این دور تو وقتی شلوغ باشه اون دس ووم ها از اونجایی که تعداد کمی هم نبودن 6 تا مونده بودن از اون 6 تا ممکنه یه تعدادشون بمیرن از بین برن یه بلایی سرشون بیاد میمونن بقیهشون یه مثلا تعداد کمیشون در واقع بیان و حضور پیدا کنن در ادامه اثر حالا نکته بعدی کاراکترهای دیگه که گفتم چیه از اونجایی که اشاره به خارج از ژاپن شدش و مانگا که بالاخره در اثرش اومده یه ذره فضا داده به اثر و دنیا داره خلق میکنه به یک نوعی ما یه ذره داریم نگاهمون عوض میشه به اینکه دقت کنید ما فقط در ژاپن نیستیم بحث سرزرها را در کل دنیا هم هستش ممکنه بحث این وجود داشته باشه یه سر کاراکترهای خارجی بیاره یعنی کاراکترهایی که ژاپنی و سورسرر باشن و, و اینکه کدوم سمت رو بگیرن هم مشخص نیست ولی خلاصه ممکنه حضور پیدا بکن از اون سمت وقتی دیگه بیش از حد کاراکترهای جدید داشته باشیم خب خیلی وحشتناک میشه از اون ور قضیه حرکتی که تو دروغین قرار رو بزنه این همه زاران حالا آدمهایی که آورده و زایده خلق کرده زایده شاید یه ذره درگیر تهوری های دیگه هم شده باشه نه خلق کرده در واقع الان ایجاد کرده آورده بحث این وجود داره که خب یک ارتشی داره و اون ارتشه قرار بزنه نابود این قضیه هم که اتفاق بیفته رو در جریان نیستیم به این هم دقت کنید که هر کدومشون قدرت حامل شدن داره به این بحث برمیگرده که اتفاقاتی که برای ایتادوری افتاد و سکونایی که تناسخ پیدا کردش این عزیزان احتمالا قبل تر از اون قضیه سکونا و بحث تناسخش رو به یک نحوی در ذهن داشتن حالا حالا بگذریم همچنان میگم تئوری های بحث تناسخ و ایتادوری و فلان و اینها خیلی زیاده که باید باز تحلیل های قبلی رو ببینید که تمام اون تئوری ها رو در بر من همه رو صحبت کنم. صحبت کنم حالا حاضر. یه سری اشارات بود در همین فصل قبلی اینها رو همه رو احتمال خیلی زیاد اتفاق بیفته چون میگم چون دارم پیش بینی میکنم و در نظر میگیرم که آخر فصل سه بحث مگومی اتفاق بیفته بحث مگومی اتفاق بیفته یحتمل یه, یه سری چیزای دیگه با خودش همراه داره مثل اینکه یوکی و یوتا حضور دیگه نداشته باشن مرده باشن احتمال حالا یوکی شاید نه حالا دلیلم داره میگم چرا شاید نه ولی از اونور یوتا رو احتمال زیاد نداشته باشیم که ببین صحبت کردم باز تحلیل های قبلی قدرت زیاد و فلان و این داستان ها میشن یا رو یاور گوجو و خب یک فایته به اون شکل در واقع نابرابری که قرار سکونا بزنه از بین ببره در واقع اون مقداری تحت فشار قرار گرفتن و گوجو و فلان این داستان رو برای زیر سوال واسه احتمالاً احتمالا یوکی هم به یه نحوی حضور نداشته باشه ولی خب حضور داشتنش هم دلیل داره که برمیگرده به تحقیق روی ماکی که جلوتر اشاره میکنم حالا چیزای دیگه که مثلا اشاره شده یکی بحث تنگن بودش ما تنگن رو این اشاراتش در این فصل بوده احتمال خیلی زیاد فصل بعدی داشته باشیم مرگ کاراکترهای خیلی زیادی داشته باشیم طبیعتا هم نگاه کنید که فصل سوم کالین گیم اسمش سری نکات مثل اینکه بالاخره متوجه میشیم بحث خانواده ایتادوری به چه شکلی هن؟ و یه نکته یه من تو تحلیلم بحث سوراخ در اثر رو انجام داده بودم گفته بودم بحث خون و رابطه خونی و اینجور مسائلی بودش که در واقع ایتادوری داشتش که دوستان من اینو اشاره نکردم تو اون تحلیل گفتم ممکنه تعریف جدیدی بیاد از خان خانواده ایتادوری و این چیزهایی که ما به شکل تئوری در نظر گرفتیم به یک نوعی متفاوت باشه و وقتی این اتفاق بیفته خب ممکن اون سوراخ در اثر پوشونده بشه و دیگه سوراخ در اثری وجود نداشته باشه که نیازمند اینه که ما واسه اون روبروی خانواده رو داشته باشیم و حالا می‌خوام بدون تئوری و در واقع این مسائل باز دوباره خانواده ایتادوری چیه برید تحلیل‌های قبل رو ببینید هم تحلیل اپیزود 23 رو ببینید به یک نحوی متوجه میشید که در واقع چی هستش قضیهش و یه چیزی هم بگم من داشتم فکر می‌کردم به اینکه اون دخترکی که من به اون وان مادر ایتادوری همیشه در نظر می گرفتم گفتم احتمالا چوسو و دوستان از نظر مادر به هم مرتبطن به این قضیه رسیدم که یه وقتی نکنه چون میگم نسل ایتادوری کلا جد ایتادوری جد علامت سوالی نکنه به یه نحوی گذشته های دور اون دخترک می به یه نحوی جد این ایتادوری چون به اسم و فامیل و فلان و ایناهاش هم حتی اشاره نشد خلاص تئوری خیلی تئوری محور جد ایتادوری چون اشاراتش بسیار کمه یه مسئله بسیار بزرگ راستی فراموش کردم دوستان فایت های بسیار وحشتناکی در فصل سوم خواهیم داشت حالا سوال میشه براتون خب چرا همچین قضیه هستش ما مدرک داریم واسش مانگاکای عزیز اومده توکیوی رو خلق کرده که توش دیگه شخصی وجود نداره و تخلیه شده و وقتی تخلیه شده یعنی چی یعنی یک مپ بزرگی یک نقشه بزرگی که کلش محوریت فایتینگ پیدا میکنه حالا نکته چیه چرا مگه مثلا قبلا اینها نمیجنگیدن با, خو... با هم دیگه قبلا هم میجنگیدن اما یه نکته ای داشتش وجود انسان ها باعث میشدش که خیلی موقع سورسررهای عزیز خودشون رو محدود کنن و نتونن اون قدرت نهاییشون رو بکشن بیرون و بیپروا بجنگن آدم های منفیش طبیعتا این شکلی بودن ولی سورسررها این شکلی نبودن مثالش گوجو اتفاقی که قرار بیفته در فصل سوم از اونجایی که شهرم تخلیه شده دیگه کرکترهای مثبت هم جلوی خودشون رو نمیگیرن فایت های خیلی وحشتناک بزرگی و قرار داشته باشه و ای وای بر <تصفح> انیماتورهای جوجوتسو و فیلم یه نکته بسیار مهمی هم وجود داره ما بحث خداحافظی با گتو دروغین رو داشتیم آیا گتو دروغین رفته و ترک کرده ژاپن رو خیلی طبیعتا خیر طبیعتاً گتو دروغین نسبت به نقشه هایی که داره توی خود ژاپن مونده و قرار نیستش بره جای بحث حالا یک ارتشی هم داره و مسائل دیگه این شکلی هم هستش قطعا قرار نیست رها بود. حالا اینکه کی قرار با ایتادوری این وسط ها رو به رو بشم امر بسیار مهمیه و اینکه در کجای این توکیو میتونه قایم بشه من بعید میدونم شهرهای دیگه رفته باشه یه مثال بزنم حالا بحث قایم شدنم هستش یادتون باشه که داگون هشپای عزیزمون دومین اکسپنشن میزد و دوستان میرفتن در دومین اکسپنشنش در واقع در اون ساحل دیمه تفریح میکردن و فلان این داستان ممکنه کرکتر این وسط وجود داشته باشه از این فضا و از این حرکت ها بزنه از اون وری سر کرکتر ها تکلیف هاشون مشخص نشده در فصل سوم مشخص میشه ای وای. یه مثال بزنم مثل ماکی ماکی که من کلی سرش تحلیل دادم برید نگاه کنید از پنج قسمت اول فصل دوم من شروع کردم به تحلیل و در واقع تئوری دادن در مورد ماکی تا حال حاضر که قسمت های آخری مستقل من بود داشتم در موردش تئوری میدادم و میگفتم این اتفاق باید بیفته و هی منتظر بودم در فصل دوم دو اتفاق بیفته و متاسفانه اتفاق نیفتاد و فصل سوم قطعا داریمش و اون بحث آپگرید شدن رشد کردن ماکیه که خیلی صحبت خلاصه در موردش کرده بودم دیگه گفته بودم که نگاه کنید توجی حذف کردن و بحث مرگ ماکیو کرده بودم گفتم کجا به چه شکلی قرار احتمالاً بمیره بعد بحث و بحث توجی رو انجام داده بودم گفتم توجی در واقع به اون شکل مخصوصا یه دفعه‌ای هم مرده کاراکتری هم هستش که مخاطب پسنده به وجود آوردن یک توجیه دیگری منطقی از اون بر بحث تحقیقات یوکی بود و چیزی که من گفتم برای به حذف شدن یوکی شک دارم یکی از دلایلش همینه اون هدفی که در واقع یوکی داشته به یه نحوی شاید با ماکی بخواد برسه و بتونه برسه از اون ور یه سر کاراکترها و تحلیل هام هستش ممکنه جا گذاشته باشم و از یادم رفته باشه و اینها رو دیگه تحلیل ها رو خودتون ببینید طبیعتا اون تئوری هایی که اینجا نگفتم و دستتون میاد مثل ایجیچی ایجیچی که اومدم گفتم آقا این کاراکتر اشاره به بحث قدرت شده دیگه بهمون نشونش ندادن قطعا قرار در یک جایی در اثر بحث قدرت و اینکه سورسرر بوده دلیل اینکه نمورده و فلان داستان قرار بود سورسرر باشه در واقع و اینکه نمورده و اینها رو منطقی میخواست بکنه به اینها هم قطعا قرار رسیدگی بکنه یه سری کاراکترها مثل تودویی که بحثش رو, رو گفته بودم حالا تودو ممکنه یک ماهیت جدیدی پیدا کنه به نحوی حضور پیدا کنه در فصل سوم ولی من گفته بودم نگاه کنید بوگی ووگیش رو از دست داده اون دست زدن و جابجایی که یک سیگنیچر خیلی خفنی بودش در مورد تودو اون رو از دست داده قدرت بدنی وحشتنا که داره طبیعتا کم نشده قطعا همچنان هم در جایگاهش برسه بلک فلش و اینجور داستان هم میتونه بزنه ولی وگی وگی نداره و این یک اصل بسیار مهم در تودو بودش یک تکنیک بسیار مهم در تودو بود اینکه قرار باش چیکار کنه چرا مانگا کا زنده نگهش داشته باید ببینی فصل بعدی چه اتفاق میفته یه سری مسائل دیگه مثل بحث روبروی ستا دوست رو قطعا قرار با هم داشته باشیم به این هم فکر کنید بحث اعدام ایتادوری هم باشه قطعا ستا دوست این وسط میان و چی کار میکنن جلوی یوتا وای میسن و حاضرن به احتمال خیلی زیاد پشت کنن به جوجوتسو از اونجایی که مثلا ببین استادشون رو در واقع گوجو سنسه اومدن چیکار کردن گفتن که ایشون هم بذارید اون تو باشه عملا ترس از گوجو مسائل دیگه تو تحلیل صحبت کردم اینم دقت بکنید که ما آزادی گوجو رو داریم ولی باز میگم هنوز ذهنیت من هم بحث میگومی هم بحث در واقع آزادی گوجو اینها میخوره به آخرای فصل سوم بحث کاراکترهای جدید خیلی امر مهمیه که باید در فصل سوم اون لابلا یه سری قصه واسه اون روایت کنن یه سری اتفاقات رو راه بندازن حالا یه سری نکات هم هستش احتمالا بیشتر درک کنیم که نقشه گتو چیه و ماهیت حضور داشتنش و به احتمال زیاد فرار نکردنش از ژاپن چیه قرار چه بلایی سر دوستان بیاره یه چیز هم دقت کنید که محوریت خیلی از کارهایی که گتو دروغین از تا الان کرده یک نقشه ای که وازن از خیلی قدیم داشته همشون دور محوریت در واقع ریوایو کردن و برگردوندن سکونا نمیچرخ وقتی بهش درست نگاه بکن خلاص امیدوارم چیزو جا نذاشته باشم اگه هم جا گذاشته باشم برید تحلیل های فصل دوم رو نگاه کنید تایتل ها نمیدونم تام نیل هاشون رو نگاه کنید اونهایی که به نظرتون جالب میاد و ایده باحالیه رو روش کلیک کنید و متوجهش بشید ممکنه تحریلی داشته باشه توش که بخوره به فصل سوم سابسکرایب لایک کامنتی هاتون نره این بود از این ویدیو و خداحافظ شما این ویدیو رو حتما ببینید تا بشه